به رویدادهای ایران و جهان. با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در فرانسه برنارد کوشنر وزیر خارجه این کشور در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار فشار بیشتر این اتحادیه بر ایران برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی شد. پیش از این نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه سنگسار را مجازاتی قرون وسطایی خوانده و خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی شده است. بسیاری از رهبران و مسئولان در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز چنین خواستی را مورد تأکید قرار دادند. همزمان ادامه بازداشت فعالان کارگری از جمله منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در رسانه‌های خبری غیر ایرانی نیز بازتاب می‌یابد. در ایران علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از افزایش 40% تعداد کارگران اخراجی از واحدهای تولیدی کشور خبر داده است. آنسوتر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد میگوید دولت محمود احمدی نژاد دولت امام زمان است. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان نیز در سخنانی تازه اظهار اطمینان کرده است که ولی فقیه جانشین امام زمان است و در حالی که واشنگتن